خجالت بکش جاسم خان. چرا عزیزم؟ آخه ترسیدم نزدیک بود پس بیفتم. منم که هیکل تو رو دیدم نزدیک بود پس بیفتم. لباسمو بدین بپوشم. من یه همینجوری چه عیبی داره؟ آخه شما محرمی. خب محرم میشی تو که میدونی چه غزه دوست داری. نه اگه داداش نعمتم بفهمه خون را میندازه. واسه چی؟ ما که کار خلافی نمیکنیم، ما میخوام با هم عروسی کنیم. پس چرا نمیای خواستگاری؟ آخه نوکرت هم هستم، خواستگاری تم میام، عقدت هم میکنم. الله اکبر. خدایا خداوند ما رو محتاج مرد و نامرد نکن. خدایا تمام مریضای عالم رو شفا بده. خیلی خوب بس دیگه. اگه داداش نعمتم بفهمه هر دومونو میکشه. مگه کشکه؟ از اون گذشته دختر، یه دفعه گفتم عقدت میکنم، باهات عروسی میکنم. دروغ میگی؟ من باور نمیکنم. دروغم چیه؟ میخوای برات قسم بخورم؟ بله قسم بخور. قسم بخور که عقدم میکنی و با هم عروسی میکنی. چه زود باش قسم بخور. گفتم جلوی مردم با من حرف نزن. الله سلام مشت عبدالله. سلام جسم، بفرمو بشین. سلام خوشگرد. چی میخوای؟ میخوام باهات حرف بزنم. باشه یه روز دیگه، ممکنه کسی ما رو با هم ببینه. خب ببینن، اصلا هر طور میخواد بشه، من از هیچ کس واهمه ندارم. برو کنار بذار باهات بیاد. باید باهات حرف بزنم. خیلی خوب. بنار ببینم چی میخوای بگی. من از تو آبستن شدم. باید تو رسوایی به بار نیومده عقدم کنی. هر که اون سکتوله رو تو شکمت گذاشته خودش هم عقدت میکنه. هره سب کن، بابای این سکتوله خودتی. خفه شو. Thank you.
فکر کن ببینم. خورما از کجا بردی؟ آره؟ از درخت کندم. چه فرقی میکنه؟ اونم دوستیه. اصلا میدونی چیه؟ تو آدم بشو نیستی. درست که سر گله باشه برکت از گله میره. دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم. کجا برم؟ من که تو این دنیا غیر از تو کسی رو ندارم. منم تو رو پیش خودم نیاوردم که یه دوز بار بیارم. را بیافت ببینم. میبخشمت ولی نه منو داشت خلاف کردم دیگه دوستی نمی کنم اگه از کشنگی هم بمیرم دیگه دوستی نمی کنم پس بزن قلب برم کنین بیاین ترسیدی؟ من فقط از خدا میترسم وقتی سایه من بالا سرت باشه هیچکی جرأت نمیکنه نگاه چپ بهت بکنه من زیر سایه خدا هستم هر کیم نگاه چپ بهم بکنه چشمشو از کاسه در میارم خوبه برای همینی که ازت خوشم میاد میخوام سر به تنت نباشه که از من خوشت بیاد یعنی از این گردن بندم خوشت نمیاد این گردن بند برای عمت خوبه اگه با من مهرمون باشی سر طلا میگیرم قفس اگه از طلا باشه بازم قفسه این پنبرم از گوشه درار جاسم منو نمیتونی با چخان بازیات گول بزنی خدا روزتی جای دیگه حواله کنه سلامت باشی راضی به زحمت نبودم چه زحمتی؟ این حرفی چی؟ دوست داشتم با هم نهار بخورید برگونه دست ببینم یاقوت کجاست؟ رفته تا ده بر بیگرده الان پیداش میشه یه کمی براش کنار میذاریم مزه؟ آه اما خودت خوش مزه تری پس واسه همینه که دهنه بعضی ها رو آب انداخته چی گفتی؟ چی شوخی کردم مرد نمیبینه بتونه لغمه ای منو بخوره خرخرشو با دندونام میجوام عوض این حرفا بهتره هرچی زودتر عروسی کنیم که خیال من و تو آدمای دیگه یه سره بشه بره ها که پروار شدم میفروشم اون وقت عروسی میکنیم حالا هم اگه یه نومزدی بگیریم و اسم تو رو من بیاد هیچ عیبی نداره درست مهمون نمیخوای مهمون عزیز خداست بفرمایید بفرمایید یا الله سلام علیکم آخه با اجازه یه وقت تعارف نکنینا بفرمایی دست پخت شما باز خوشمزه باشه نوشه جانت من باید برم چی شد؟ قلم با سنگین بود بابا منتظره نعمت بیا ببخشید شما مشغول باشید ببینم چی شده یا علی چرا تعارفش کردی خیلی بدجنسی میدونم اما مهمون بهمون وارد شد دلم شور میزنه مواظب خودت باش نه ترس دختر اگه من صاحبونم میدونم اون شطور رو کجا بخوابونم برو خدا به همراه ببینی ناراحت نشو ستاره دختر خوبیه من میخوام یه معامله باهات بکنم چه معامله ای؟ ببین من پول دارم تو نداری من دختری رو دوست دارم که تو روش دست گذاشتی تو دستتو از روی دختر وردار منم دستاتو پر از پول میکنم چطوره؟ به ولای علی اگه مهمون به این وارد نشده بودی و نمکمو نخورده بودی دندوناتو میریختم توی دهنت عاقل باش نعمت تا
تو با این پای علیل نمیتونی تا آخر عمر دنبال گوسفندا پرسه بزنی. هرچی پول بخوای بهت میدم. پولاتو به رخ من نکش. اونم پولایی که از راه قاچاق و حق بازی به دست آوردی. من عشق و ایمان خودم رو با پولای کثیف تو عوض نمیکنم. پشیمون میشی یا؟ واسه چی؟ واسه پولای که از تو نمیگیرم؟ من چیزایی دارم که از پولای تو خیلی مهمتره. مثلا چی داری؟ این گوسفند رو میبینی؟ این دنبه رو میبینی؟ این پشتگردن و پستو رو میبینی؟ این صحرا و علفای بیابون رو میبینی؟ اون خدای زمین و آسمون رو میبینی؟ نعمت و برکت و من از اینا میخوام، نه از تو و پولای کثیف و حرومت. من اگه نصف پولی رو که میخوام به تو بدم، به خود ستاره بدم، همه امکنیزم میشه. اگه با همه پولای آرام بتونی ستاره رو بخری، ستاره منو نخریدی. اگه ستاره خودشو بفروشه، اونی که خودش فروش ستاره من نیست. اگه با پولم نتونم بخرمش، با زورم صاحبش میشه. پشتش بستشه. مثل سحکونه دنبالم افتادی جاسم، اینقدر بیرحم نباش. بچه ای تو داره تو شکمم روز به روز بزرگتر میشه. تو رو خدا یه کمی رحم داشته باش، نذار آبروی من بره، نذار مردم توف و لعنتم کنن. من حاضرم کلفتی تو بکنم، ولی نذار مردم سرشکسته بشم، نذار دشمن شاد بشه. ای غفر نزن، برو پی کارت. به همین زودی حرفات یادت رفت؟ چو میگفتی منو دوست داری، میگفتی عقدم میکنی، حالا که خرت از پل گذشته انصاف نیست بذاری جلوی مردم سر شکسته بشن. زیادی ور میذاری. اقلا فکر بچه تو بکن. حاضر نشه اون جلوی مردم یه حرومزاده به دنیا بیاد. آخه من چه خاکی به سرم بریزم؟ خاک قبرسون، برو بمیر. به من زول نزنی، من به نعمت قول دادم خورما دوستی نکنم. ملتفتی حساب برد اینقدر قیلی ویلی نرو. محض خاطر تو زیر قولی که به نعمت دادم نمیزنم. شیطونه میگه قول چی کشک چی، جمال خورما رو عشقه. شیطونه غلط میکنه، مرد و قولش. اصلا میدونی چی آقا شیطون؟ نکنم چی نکن. منو این بالا ببینه خیال میکنه اومدم دوستی. خانوم خانوم ها، دخلی
اینجا وایسا موازه به گوسفنده با تو تنهای حریف اونا نمیشی بهتره منم باهات بیام صدای چی بود؟ به نظرم تخت خواب شکن خوش به حال جاسم خان یه دفعه با نامردی چند نفری ریختی سرم حوالتونو به خدا دادم این دفعه نام زدم و دوست دیدی ولی خدا منو سر به زنگا رسوند که خودم حسابت برسم اما من مثل تو نامرد نیستم میخوام مثل یه مرد حسابم رو باید پاک کنم بگیر ستاره باید که رو نیمت خفش کن خفش نیدم آخ شور ما را صدا کرده جاسم خان عشقشو کرده حالا نوبت ما همه که نمیشه با هم بریم یه نفر یه نفر راست میگه اول من میره نام خان دو نفر دیگه اون پشتن عسکری تو رو اونجا باشتا صدا شون کن بیار خب یکی دیگه بیار جعجب بالاخره نوبت ما شد بیشیم فعلا نوبت منه تو خواهر جون کجه این؟ اینجا بیا چولو جون دیگه اومدم ببین آه بگی اون یکی
یکی هم بیاد. بابا رفیق ما خروس بود و ما نمیدونستی. بیا جلو. نوکرت اومده. ببین چرا اینقدر مشروب خورده با یه مشکلو؟ باید تو بپنیزه. ببینم یاقوت، میتونی یواشکی بری تو خونه جاسم چوب دست منو برداری بیاری؟ البته که میتونم. میخوای یه چیزای دیگه هم بیارم؟ چیزای قیمتی؟ نه جانم، من فقط چوب دستمو میخوام. باید یه جوری بری و بیاری، هیچ کس نفهمه. فهمیدی؟ آره نعمتو داشت. پس برو ببینم چی کار میکنی. ببینم، هیچکی نفهمید؟ نه سلامتی جاتم خان. سلامتی. سلامتی. نوش. فکر این دختره خارج نمیشم. زیاد فکر نکن جاسم خان. مثل روز واسه من روشنه که بالاخره دختره مالی شما میشه. آره بابا فکر نکن. من اطمینان دارم جاسم. خدا از دهنت بشنفه. دوخو چی بود؟ چی بود؟ چی شد؟ یه چیزی از لای پام رد شد. نه چیزی نی؟ گربه با گربه. سلامتی. سلامتی. میگم بهتر نبود از جنسا تو اتاقش میذاشتی؟ نه مشکل باور میکردن نعمت قاچاق چی باشه. درست. از اینا بخور. بیسکم که تمام شد. این شیشه نصفه رو کی پایین گذاشته بچه ها؟ تا من ندم بالو می این حتما خواهد گذاشته اون زیر یادت رفت. آره بابا آره. سلامتی. 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 نوش نوش. ویسکی شوره همه دست گیرایی خوابی داره. بعد نگو شاید شما ها نمکی چیزی توش ریختید. نه ما تو اومد ندا گلو میگه اخندت معلومه نمکی زدی. نه جونه تو سلامتی. سلامتی. مزاحم شدم. خدمت رسیده بودم چوب دست نعمت داداشو برداشت. نعمت داداش؟ بله نعمت داداش. چطور مگه؟ ببینم سنج قفلی میکشی ناکه. نه نعمت بیا دم در کارت دارم. بیا چیه؟ اومدن نعمت رو ببرن میگن دزدی کرده. چی؟
بی خود میگن، بهتون میزنن. پسرت خونه است؟ نه سرکار، مگه چی شده؟ این آقا شکایت کردن که یه گردنبند از خونهشون گم شده و مدرکی پیدا کردن که ثابت میکنه پسرتون متهمه. پسر منو دزدی؟ استغفرالله. این چوب دست پسرته؟ بله سرکار. این چوب دست خونه این آقا جا مونده، پسرت خودش یاقوتو فرستاده که بیاره. چرا باید چوب دست خونه ایشون جا مونده باشه؟ من چه میدونم؟ اونا هاش اومد. چی شده؟ نمیدونم. بریم ببینیم چه خبره. چی شده ننه؟ جاسم شکایت کرده که تو از خونش دزدی کردی. جاسم غلط کرده؟ تو این نکن. این چوب دست مال توه؟ بله. تو خونه جاسم چیکار میکرد؟ علتش نمیتونم بگم، اما برای دزدی اونجا نرفته بودم. چه جوری میتونی ثابت کنی؟ قسم میخورم. به اون خدایی که اون بالاست قسم میخورم. دزد که قسم سرش نمیشه. نعمت سرش بره قسم دروغ نمیخوره. اگه جرأت داری تو قسم بخور تا دروغت به کمرت بزنه. من مدرک دوسیه تو رو دارم سرکار، اگه گردم من با خودش نباشه حتما تو این خودم اونم خونم. بگردین. بهتره خونه رو بگردین. چت خدا شما بزرگترین، بفرمایید به اتفاق سرکار بریم تو. بفرمایید. بفرمایید. تو جیب نعمت بود. شیرمو حلالت نمی کنم. مادر، با اون شیر پاکی که تو گلوم ریختی من این کارو نکردم. من همه چیزو میگم. نزم دختر. آخه چرا؟ چرا حرف نمیزنی؟ چرا نمیگی واسه چی رفته بودی خونه اون نامرد؟ این که رسواییش بدتره. برای نعمت بده احالی بفهمن که جاسم تو رو برده به خونهش. من حاضرم به هم تهمت بزنن، زندونیم کنن، ولی به نامزدم لکه نچسب کنن. هیچ تقصیری نکردی، فقط گوش کن ببین چی میگم. نعمت دزد نیست، نعمت دزدی نکرده. میدونم، ما با هم مردونه قول دادیم. زود برگرد، تو نباشی من دق میکنم. منم که نباشم، خدای تو بزرگی. اگرم کارم به بنبست خورد، مواظب ستاره باش. دوست من دارم دست تو میسپرم. تو هم به
جوونی چه میدونی به نیرنگ زمونه دنیا چقدر سخته آدم تنها بمونه ندستی دلم خونه چشمم دریونه یارم نبونه به تو میسپارم خودم هایم توی دلم غم فراوونه گلم ویدونه به تو میسپارم خودم هایم دلم خونه چشمم دریونه یارم جوونه به تو میسپارم بیفته. من ترسیدم برم به ننه نعمت بگم اومدم به تو بگم چی رو میگی؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ توبا منو دید ماتم کرد و گفت حلالم کن خب توبا کجا بود؟ داشت میرفت طرف خطاها ببینم نهار خوردی؟ نه بیا تو نهار بخور نمیخوام دلم شور میزنه آخه واسه چی؟ توبا که ناراحتی نداره تو بیا تو نهار بخور من میرم ببینم چه خبر حالا شد بشین شما که چیزی نذاشتی حق میدی؟ جز این که خودم از بین ببرم چه چاره ای دارم؟ خداوند بزرگوار و بخشنده و چاره سازه حالا که جون بچه به جون تو بسته شده اصلا حق نداری به خود صدا بزنی درسته که بابای اون بچه که تو شکمت نامرده اما خودش یه بنده خدای معصوم و بی تقصیره اگه خودتو بکشی اونم کشتی اون وقت جواب خدا رو چی میدی؟ وقتی شکمم بالا بیاد جواب مادرمو چی بدم؟ جواب داداش نعمتمو چی بدم؟ اون تو دل بی آبرو سر شکسته میشه رسوا میشه من باید خودمو بکشم گوش کن تو با تا وقتی نعمت برنگشته موندن ما اینجا صلاح نیست منم در خطر بهتره با کلیا بریم به قشلاق کلیا آدمای دهنگرسی هستن تا وقتی کلیا برگردن تو هم باره تو زمین گذاشتی و نعمت هم برگشته
همون وقته که همه رویه منو بفهمن. نعمتم دستشو به خونه من رنگی میکنه. داداشم میخواست. ممنون. واقعا که صدای خوبی داری. خیلی خوب. خیلی هم ممنون. همونطور که بهت گفتم من مدیر کافه بندر هستم. دو سه روز دیگه هم آزاد میشم. خب الحمدلله. خدا کنه که موفق بشی. متشکرم. میخواستم ازت دعوت بکنم وقتی آزاد شدی بیای تو کافه پیش من خواننده بشی و تو شهر زندگی کنی. خدا از بزرگی کمت نکنه. من تو صحرا به دنیا آمدم. تو صحرا باید زندگی کنم و بمیرم. مردم خدا. خدا به دادم بهش. مبارک باشه. بازم همدیگه رو میبینیم. ایشالله اینجور جاها نباشه. فردا میرم دنبال کارتو میگیرم. تو هم مواظب دست خودت باش که بی خودی نزنی دندون کسی رو بشکنی بیارم تو خودو بگیری. حتما حتما. خب دیگه خداحافظ بچه. امیدوارم که شما هم زود آزاد بشید. خداحافظ. خوشحالت. آزادی چه نعمتیه. فردا میرسیم و خب دیگه دهمون چادر میزنن. باید دیگه تا حالا نعمت آزاد شده باشه. اگه نعمت بفهمه خواهرش بچه حرومزاده به دنیا آورده. نعمت هیچی نمیفهمه. خیالت راحت باشه. تو قسم که روز منو بروز ندی؟ آره قسم میخورم. بیا قسم بخور. به این قرآن قسم رازتو برای همیشه تو سینم حفظ میکنم. حالا بگیر بخواب. چیزی به صبح نمونده. فردا کاروان را میافته. تو دختر خوبی هستی. بهت حسودیم میشه. تو هم خوبی. ستاره؟ بله. ازت میخوام بچه منو مثل بچه خودت بدونی. اگه من طوری شدم ازش نگهداری کن. چی داری میگی تو با؟ یه مادر ازت اینو میخواد. به هم قول بده که این کارو میکنی. باشه قول میدم. جنس اومده؟ نه مرزبان ها خیلی مراقبت میکنن. جنس رد کردن مشکل شده. تو هم که همش خبر یاس میاری. یه خبر خوبم دارن. کلیا برگشتن. ستارم باهاشونه. خوبه. اما اونجا نمیشه رفت سراغش. باید یه جوری بکشمش بیرون. ولی ستاره دیگه اون قنچه پارسال نی. یه بچه هم باهاشه. یه بچه؟ آره با چش خودم دیدمش. مثل این که رو به راه میشه. باید کاری کنیم که هم از ده و هم از چادر کلیا بیرونش کنم. بعدش هم بیاد سراغ شما و همیشه مال شما باشه. تو پسر باهوشی هستی. فوراً با بچه ها برین تو ده و جار بزنین که ستاره خراب شده و یه بچه حروم زادن به دنیا آورده. منم میرم سراغ پدرش. قسم اگه به دخترم باتون زده باشی با همین چوب مغزتو داغون میکنم. اگه با چشای خودتو ببینی باور نمیکنی؟ سلام. این بچه مال کیه؟ حرف بزن. باید همه چی رو به من بگی. گفتم این بچه مال کیه؟ نمیتونم بگم بابا. هرزه یه رسوا. بگو بچه مال کیه تا هر دوتونه مثل سگ بکشم. من دختر ناپاکی نیستم بابا. حرفمو قبول کن.
حرف تو قبول کنم یا دم خروسو میکشمت. رسوایی تو با خروس. یا بیا تو کی بود نخم برشون دندونی که درد میکنه آدم میکنه میندازه دور. جون رود بیاد برا دیگه نمیخوام ببینم. رسوای بی آبرو با یه بچه برگه باید از این ده بره. بارکلا اون یه حظه است. اگه اینجا باشه بارکلا از اینجا میره. داره میره خونه ننه نعمت. باید مردم رو وادار کنی بکشنش بیرون. خدا منو بکشه. آخه جواب نعمت رو چی میدی؟ نعمت به من اطمینان داره. میفهمه من پاکم. دیگه پسرم نمیتونه سرشو تو مردم بلنده. خدا یا خودت رحمت. بیا بیرون. 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 کی هرزه یه منو دیده؟ کی دیده ها؟ من دیدم. تو؟ بله من. من با چشای خودم دیدم که کجا و با چه آدمای هرزگی میکنی. قسم میخوری؟ معلومه. به این قرآن قسم بخور. قسم بخور. زود باش قسم بخور. به این قرآن قسم میخورم. وایسادی؟ این روسیا رو سنگسارش کنین. یالا را بیفتین. دلم داره میتک. وقتی نعمت برگرده و بفهمه چه آشوبی شده چه حالی پیدا میکنه. شما مواظب خودت باش، باقیش یه جوری میشه. چطور میتونم زنده بمونم و به نعمت بگم نمزدت رسوا شده، بچه دار شده، سنگ سارش کردن و از ده بیرونش کردن؟ آروم باش جونه. یادت باشه وقتی برگرده هیچی براش باقی نمونده. اقلا باید تو رو داشته باشه. من دوام نمیارم. الان میرم هر طوری شده چند تا از گوسفندا رو میفروشم، بعدم برای دوا دکتر میارم. باید تو زنده بمونی. نمیخواستم زنده بمونم. این روزا رو ببینم. من برای تو با قسم خوردم که رازش رو تو سینم حبس کنم. اگه همه این شکنجه ها رو برای مقدر کردی که امتحانم کنی، باید خودت بدونی که اگه بند از بندم جدا کنن قسمم رو زیر پا نمیذارم.
خدایا این بچه گوش نشه، امروز شیر نخورده، دست منم به جایی بند نیست، خودت بزرگواری کن و یه راه فرجی برای این بچه درست کن که از گشنگی نمیره. احساس بیچارگانی چی شده بچه؟ این گزمال شماست؟ هیچ چیزی حیاتی در دنیا به هیچ کس تعلق نداره، تمام به اراده خداوند زنده هستم. اون بچه گوش نشی، دارم برای شیر میدوشم. خوب کاری میکنی دخترم. ببینم چرا اینقدر آشفته ای؟ مثل این که سرتو شکستم؟ سرم چیزی نیست، دلمو شکستم. بین مردم گرگ دهن آلوده و یوسف ندری شدم. خدا خودش چاره ساز دخترم. اگه جا و مکانی نداری بیا با من زندگی کن، البته در بقعه و زیر سایه یک بزرگوار. شما رو خدا فرستاده تا از من و اون بچه بیگناه نگهداری کنی. قلبتو از کینه پاک کن، روحتو به شیطان نفروش، خداوند خودش راه رستگاری رو پیش پات میزن. نه نه من برات پول آوردم، چند تا گوسفند فروختم. نه 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 من نمردی، تو باید زنده میموندی. حالا جواب نعمتو چی بده؟ بهش بگم امدادت بیام رو آواره شو، بگم ننت که چونه تو براش میدادیم مفتو مسلم رفت زیر خواه. نعمت دیگه با چه دل خوشی به اینجا برگرده. پولم بده برش قرآن میخوام. بسیار خوب. شما هم بری. برین آزاد باشی، هر جا میخواییم بریم، هر چی میخواییم بخوریم. حالا که نعمت تمام دل خوشیاشو از دست داده، وقتی برگرده شما نمیتونین برش دل خوشی باشی. اصلا شما رو نداشته باشه و اینجا بر نگرده راحت تر. میخوام نعمت رو پیدا کنم. نعمت هر جا هست، منم باید اونجا باشم. سلام داداش نعمت. سلام جان، تو اینجا چی کار میکنی؟ چجوری آمدی اینجا؟ دلم داشت برات میترکی، اومدم پیش تو باشم. این میله ها چیه وسطمون؟ زندون باید میله داشته باشه، اگه این میله ها نباشه که زندون نیست. من چجوری میتونم بیام پیش تو؟ تو نمیتونی بیای تو، اینجا جای آدم کشا با دزده هست. خب منم دزدم، خورما میدوستم، پس میتونم بیام تو. نه یا فقط دعا کن که من زودتر بیام بیرون. بیا بیرون چیکار؟ بیام ده با ستاره عروسی کنم، گوسفندا رو پروار کنم، پیش ننت باشم، حساب جاسمو برسم که
به من بختون زد. بگو ببینم ستاره چی کار میکنه. ندم چطور گوسفنده رو دست کیسا پردی اومدی اینجا؟ چرا حرف نمیزنی؟ سلام نعمت. سلام جانم. دنبال پروندت بودم. قرار شد همین روزا ترتیب ضمانت رو بدم و بیارمت بیرون. چه میدی آقو؟ من همین روزا آزاد میشم. آقا چی کار است تو کار تو دخالت میکنه؟ ببخشین آقا کوچولو، افتخار آشنایی با شما رو نداشتم. جناب علی کی باشی؟ بنده یاقوتم. گوش کن یاقوت، تو برگ به ستاره و ننم مژده بده که تا چند روز دیگه من آزاد میشم و میام ده. خب این چه کاریه؟ منم میمونم با هم بریم ده. تا چند روز دیگه خدا بزرگ. چی رو میمونی؟ تا چند روز دیگه کجا میخوای بخوابی؟ اگه اجازه بدی میبرم پیش خودم. من دوست منو بکنین این تو. به به چقدر خوبه. آره آزادی خیلی خوبه. ایشالله همین روزا نعمت هم آزاد میشه. به اشتباه شما همینه. اگه بذارین نعمت اون تو بمونه بهتره. یعنی تو زندون؟ حالا دیدم که اسمش زندونه. خب باشه، برای نعمت از رفتن بده که بهتره. ولی من نمیذارم برگرده بده. میخوام پیش خودم نگرش دارم. اگه این باشه که نور علی نوره. راستو گفتین شما چی کاره این قهوه خونه دارین؟ نه بابا، من مدیر کابارم. حالا میای میبینی. زندون آزاد شد، بهش بگم چی خوردم. یاقوت خیلی وقت تو بغلت نیومده بودم. خجالت بکش، تو دیگه خرس گنده شدی. معلوم میشه خیلی هم دیگه رو دوست داری. چی کار کنم آقا جنگی، رفیق ما تو این دنیا همین سیاسوخته. من نیمسوزه زیر دیگه. حرف منو گوش کن، اگه اینجا بمونی کاروبارت سکه میشه. نمیتونم، من بچه صحرا تو شهر دق میکنم. اونجا درست حسابی دق میکنم. اقلا یه مدت کوتاه بمون، پول و پله جمع کن بعد برو. یه رقم نمیتونم بدم. دلم برای ده، برای گوسفندا، برای ستاره، برای ننم یه ضربه شده. چجوری بهش میگم بهتره تو شهر بمونیم ها؟ بهتر نیم. چجوری بهتره؟ من دلم برای ده یه ذره شده. آقا جنگیر محبت کن، ما رو رایی کن بریم بابا. درست در نکنه. بازم میگم اگه اینجا بمونی خیلی برات خوب میشه. بابا روشو زمین ننداز دیگه. حالا میریم ده، بعد اگه خدا خواست بازم بر میگردی. بابا اینقدر یه دندگی نکن. جایی به این خوبی و راحتی و ول کنیم کجا بریم ها؟ زودتر سوارشین میخوام حرکت کنیم. خب دیگه آقا جانگیر، هر خوبی و بدی از دیما رو حلال کن. سوارشو بریم آقا. هفت صلوات بفرست را بیافت بریم. ببین نعمت جون، من به آقا قول دادم که بمونیم. بیا و ما سیاه رو سفید کن. بی خود قول دادی، رابیا بریم. اکشم بازم صبر اومد. این یکی جخ بود رابیا. نه خیر صبر اومد، منو بکشی ها نمیاد. یاقو ببینم دکتر، تو عکسم سیاه افتادم. الان میگه شکستگی پیدا کرده، باید گچ بریم. شکستگی پیدا کرده، باید گچ بگیری. نگفتم. دکتر دستم به دامنت، پاش خوب کنی. هر کاری که از دستتون برمیاد بکنید که پاش خوب بشه. نمیخوام مثل من عریل بشه. هر چی خرج داشته باشه میدم. ببین چه کاری رو دست ما گذاشتی. خدا لعنتت کنه. استغفرالله، خدا شفات بده. ای دکتر، چقدر طول میکشه تا خوب بشه؟ بچه هست، زود جوش میخوره، یکی دو ماه دیگه. من باید جوشم دکتر. آخ یه شیش هفت ماهی باید نگرم داری داری. خب که اینطور، پس یاقوت باعث شد تو تصمیم بگیری اینجا بمونی. بله جنگیر خان، یاقوت خرج رو دستمون گذاشت. از تصادف یاقوت متاسفم، اما از اینکه میمونی خوشحالم. از بابت خرج یاقوتم هیچ ناراحت نباش، هر چی پول لازم باشه میدم.
عوضش تو هم برام برنامه اجرا میکنی. دستور میدم برات یه رگلام حسابی هم بکنن. توجه فرمایید، توجه فرمایید. مدیریت این کار افتخار دارد خواننده جمهور گمنامی را که یقین دارد در آینده این زیخانم قرنبازر شود به شما مشتریان محترم معرفی نماید. امید است مورد توجه قرار گیرد. این شما و اینم نیمه. سلام آقا. سلام جانم. سلام علیکم. سلام، ایشالله خدا شفاعت بده. سلام داداش نعمت. سلام یاغوت. داداش نعمت خجالتمون دادی. آخر چاق شد، زودتر با اسرا بیافتیم. خودمونی ما، خیلی نونوار شدی. لباسای کافه هست، با اینا آواز میخونم. به به، خونه گدا گوشت بار کردن. لا اله الا الله. دکتر میگفت ایشالا تا 15 روز دیگه مرخصت میکنن. دکتر عقلش نمیرسه. من باید 6 ماه دیگه اینجا بمونم. بله، اینجا زیادم بد نمیگذره. رخت خواب متن، شام متن، نهار متن. آخه، پرستارام که یکی از یکی خوشگلتر و مامانیتر آدمو تر و خشک میکنن. رو تو کم کن بچه، باید زودتر را بیفتی. من دلم برای ستاره یه ذره شده. درست میشه دخترم، قصه نخور. برات به درگاه خداوند دعا کرده. اگه خدا کمک کنه نعمت رو به من برسونه همه کارا درست میشه. نعمت دوستم داره، میدونه که از شبنم روی لاله های صحرام پاکترم. حرف مردم رو قبول نمی کنه. حساب اونایی که به این تهمت زدن میرسه. این بچه رو هم نگر میداره، مثل یاقوت. یاقوت هم مثل این بچه بیکس و بیپناه بود. نعمت پناهش داد. هرچی خدا بخواد دخترم همون میشه. خواست خواست اوست، هرچی مشیتش باشه همون میشه. قربون بزرگواریش برم. معلوم نیست الان نعمت من چیکار میکنه. این کارا به ما نیمد. براوو، تا حالا تو این کاباره هیچ که مثل تو گل نکرده بود. حالا چرا خودت به من چسبوندی ضعیفه؟ عقب وایسه بذار باد بیاد. نعمت، تو چرا عقب با ما سردی؟ ننم سفارش کرده تو شهر حله‌حوله نخورم، واسه سینم ضرر داره. گوش کن نعمت، من به تو علاقه مند شدم. میتونیم با هم یه زوج هنری درست کنیم و زندگی خوبی داشته باشیم. دیشب خواب دیدم من و تو اون بالاها روی ابرای آسمون داریم راه میریم. خواب زن چپه. یهو دیدی ابرو از زیر پامون در رفتن و با مغز افتادیم زمین. منظر بدی نیستم، جوونم، قشنگم، خونه دارم، زندگی دارم. من نمیخوام تو سر مال بزنم، تو چیز خوبی هستی، اما چه کنم دل من جای دیگه ای بنده. از اون گذشته من تو صحرا بزرگ شدم، هوای صحرا زنده‌ام میکنه. اونجا ستاره، نمم، گوسفندا، چشمه‌را هم هستم. من و اونا با هم بزرگ شدیم، باید با هم هم زندگی کنیم، با هم هم زیر یه خاک چال بشیم. حالا دختر خوبی باشو برو بیرون، میخوام لباسمو عوض بکنم. منو ببخش که نمیتونم دل اجاره نشینی داشته باشم. شیره یاروبا فایده نداره، یه پا داره، نمیتونیم نگرش داریم، میخواد بره. اومدش. سلام، کار ما تموم شد. میتونی لباساتو ببری. تو این لباس راحت‌ترم، تو اینا خودم هستم. هر طور که راحت‌تری. با خانم خدافزی کن. آه خدافز خانم، ما رو ببر. راست برو یه چیزی بپوش، سرما نخوری. حالا تو دستمو بله میکنی. دستت ور کنم بزنی به چک اون یکی پاتم بش سرتق. زودتر سوار شی. برای عروسیم دعوتت میکنم. کدوم عروسی؟ چرا پات گوسفندم میکشم. باشه حتما میام. دیگه کسی نبود، میخوام حرکت کنیم. Come on, man, you're
پیاده شیم. اخ یا علی اونجا معرکه گرفتم، بریم تماشا کنیم داداش نمه. بریم پارش واه باز این یارو پیدا شد، را بیافتین. این زدی که جای ما نیست، بی خودی که این دیگه پیدا شده. ما آدم خوریم که از همون فرار کردن. نه بابا آدم خور نیستی، دوزی، یعنی مهر رو پیشونید خورده. عجب مردم یه نا، را بیافت بریم که دلم برای ننم یه ذره شده. بدون ننه ای جلا ننه 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 نعمتت برگشته؟ کجایی ننه؟ چرا خونه مثل قبرستون شده؟ ننم کجاست؟ چرا گریه میکنی؟ مگه ننه؟ من که گفتم نریم ده. نعمتت برگشته، ببینم توبا کجاست؟ از وقتی که با کلیا رفته هیچ که ازش خبر نداره. پس پاشو بریم سراغ ستاره. ستاره؟ چی داری میگی؟ خدا ببخشدش. یعنی چی؟ مگه ستاره چی شده؟ چی به سرش اومده؟ این یکیو از جاسم بپرس. تو ببینم به روز ستاره چی آوردی؟ دو تا مرد سر یه زن دعوا نمی‌کنن. اونم یه زنی عفقت میکنم. آروم باش نعمت، ستاره دیگه زنی نیست که ارزش داشته باشه. میگیرم همه بپرس. چرا حرف نمیزنی؟ چرا نمیگین که ستاره چجور زنیه؟ بهش بگین همین که پاشو از اینجا گذاشت بیرون ستاره هم گم شد. مگه ندیدین بعد از یه سال با یه بچه حرومزاده پیدا شد؟ مگه نشنیدین هر شب تا صبح تو بغل اینو اون بوده؟ مگه خودتون سنگسارش نکردین؟ مگه ننه نعمت از دستم و هر جایی دق نکرد؟ مگه حالا کجاست؟ تو خونه بدکاره ها؟ ده بگین؟ ده بگین بذاریم بفهمی که برای یه سر بدکاره دو تا مرد با هم دست به یخه نمیشن؟ ده حرف بزنین. راست میگن. برگردیم شهر، گوسفندا رو من آزادشون کردم، دیگه اینجا هیچی نداریم. من ریشم تو این خاکه، همه شاخ و برگام هم که زبه باشن بازم ریشم تو این خاکه. اگه از این خاک جدا بشم خشک میشم، میپوسم. خداوند
گله رفت و رمه رم عجب دار و ندار من همه رم چه آوردم به روزم دست تقدیر که از عمر و جوونی گشتم سیر باز نه نعمت وفاشون از بعضی آدم ها خیلی بیشتره. آره والا خدایا شکرت. خدا بازم گمونم رو به ما کمرد گرفت بخت بستم باز وام کمرد چه بدبخت شکر خدا کم آید اومدی اینجا چی کار؟ عرض یک کثیف هر جایی اومدی واسه دست گلی که با بری به فات گل بریزم؟ تو هم باورت شده نعمت؟ منم مثل همه آدم ها چشم دارم، گوش دارم، میبینم و میشنوم. به من تهمت زدن نعمت، بهتون زدن، به خدا من بیگناهم. اسم خدا رو به زبون نیار بیشار. پس اگه راست میگی این بچه چیه تو بغلت؟ این بچه به این قرآن قسم میخورم که رزه تو برای همیشه تو سینم حفظ کنم. چرا حرف نمیزنی؟ میترسی بگی بابای بچه کیه؟ میترسی بگی خواهیت به چه آدم هایی فروختی و من برم اونا رو بکشم؟ نه ترس، من روی یه زن فاسد و هر جایی تعصب ندارم. برو جاشو بگیری بعد بیا به من خبر بده. برو چشم. من تصمیم خودم رو گرفتم، من زن میگیرم، با زشترین دختر ده عروسی میکنم، اقلا خیالم راحته که پاک مونده. چیکار کنم آخه چی شده؟ مگه خبر نداری؟ چیو؟ امروز عروسی داداشته بلند شو برو اونجا. نرفتم هم نرفتم، همینقدر که ستاره خوشحال میشه منم خوشحالم. ولی عروس ستاره نیست، دختر مشتری. راست میگی؟ آره. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. مبارکی و سلامتی میخواهم شما را به عقد نعمت در بیاورم. راضی هستی؟ روبه تو کجا بودی ها؟ مثل یه موش ترسو تو سوراخ رفته بودم. پس به موقع اومدی، امروز عروسی منه. برای همین اومدم، وقتی دیدم قسمشو نشکسته و همه چیزشو داره از دست میده طاقت نیوردم. رسمو ناپاکنار، اون از فرشته های آسمونم پاکتره. اون یه بچه حرومزاده داره. تو اشتباه میکنی، ستاره ناپاک نیست، اون خودشو قربونی کرد، قربونی قسمی که خورده، قربونی من. اون بچه مال منه، اون لعنتی منو ناپاک کرد. پدر بچه همون نامرده، اونو هم دستاش مادرمونو دهکش کردن. ای کشم تو آیسیم ببینم نامرده جا نامرده ای کشم ات. من گناهی ندارم، جاسم مادرم کرد که گردم منو تو جیب تو بذارم. الانم رفت سراغ ستاره. ستاره کجاست؟ الان بهت میگم دخترم. حاضری دخترم؟ بله پدر. تمام فکرات کردی؟ بله کردم. من این جزیره رو با تمام خاطرات تلخ و شیرینش فراموش میکنم. بریم جانم. از این جزیره میریم. من نشم هم نمیذارم رو دوش تو بذارم، چه برسه به اینکه با تو بیام. پس بچه‌مو به هم بده. این کارو نمی کنم چون قسم خوردم. با زبون خوش میگم را بیافت. اگه قبول نکنم چه غلطی میکنی؟ مثل اینکه زبون خوش سرت نمیشه. یا را بیافت. ولش کن مرد، خفه شو پیر مرد. خدا به زمین گرمت بزن. درویش ببخشید درویش، گفتن یه دختری به اسم ستاره پیش شماست. بله بود. Come on!
خبره جاسم کو؟ اونوش نظر بچه رو ببره. وایسه ببینم نه آمد تکون نخور. اون بچه رو بده من. اگه میخوای بچه زنده بمونه باید ستاره رو بذاری پیش من و از اینجا گورتو گم کنی. اون وقت من و ستاره هم هر جا که دلمون بخواد میریم. اگه به جهنم بری وایسا جلو نگا. جون این بچه رو به خطر ننداز. اون بچه رو بده من. مواظب پشت پات باش. زندون باشم ناراحت نیستم. دلم میخواد وقتی بچم بزرگ شد نگین مادرش کجاست. اصلا نگین من مادرشم. من اونو به تو ستاره میسپرم. مثل بچه خودتون ازش نگهداری کنی. این کارو میکنی داداش نمت؟